سلام بچه‌ها، خوش اومدین دوباره به این چنل با یه ویدیوی دیگه. امروز اومدیم برای اولین بار فکر می‌کنم یه دونه موزیک سینگل ترک، یعنی یه دونه فقط تنهایی باشه، مدگر ریاکشن بریم. آره. به اسم چرا از چنل خودش آپلود شده، اینو واسه تولدش آپلود آره، کرده. آره چند روز پیش یه دونه استوری گذاشته بود، خبرش داده بود، الان آپلودش کرده واسه تولدش. نوشته که می‌خواستم یه خورده فکرای توی ذهنم بریزه بیرون و اینو انگ دادم. بریم ببینیم که چیه که ریخته بیرون. من کلا صدای مدگل رو دوست دارم، حالا با اینکه موزیک اینجوری تکی ازش گوش نکردم، ولی نظر راجع به صداش تو چه جوریه؟ نظر تو چه جوریه صدا؟ کم شنیدم، بعد بشنوم. این توی اون آهنگ فقط شنیدم که فیت بود با جیدالو فانک، یه تیکه ای اسپانیایی میخوند، واسه همین صداش رو کم شنیدم. تو همون تیکه که گوش دادم باحال بود صداش. یه چیزی که دوست دارم تا اینجایی که حداقل من شنیدم راجع به صداش اینه که میمیک نمیکنه حالتهای خواننده‌های دیگر رو. من اینو خیلی دیدم توی جدیدایی که میخوان خواننده کنن. آره. هم مرد هم زن، یه میمیکایی که همه کسایی که الان مثلا بزرگن دارن و اجرا سعی میکنن بیسیکلی خودشون نیستن. آره. اینو که مدگل نداره من دوست داشتم. بریم. شروع با حالی داره موزیکش، خب ولی آره. انیمه های مختلفن. آره ولی یه چند تا تیکه هست که داره سیلر مون رو نشون میده. تیکه اول فکر کنم پرفکت بلو بود، نمیدونم، مطمئن نیستم. این سیلر مون خدایی الان شروع نشد، ولی خدایی قبول دارین که بهترین ویژوالا رو انیمه ها دارن؟ واقعا من حتی تو خفن ترین از ایده خالصن، نه ویژوال. مثلا این تیکه ای که نشون داد رو چمن خوابیده بود، قشنگا حس و توش میفهمیدی. آره. تو خفن تر انیمیشن های دیزنی هم من این شکلی حس رو نگرفتم از یه کارتون. چرا برام مهم نیست افکار بقیه؟ خوبه که من از خودم میپرسم آیا مرگ پایان بدیه؟ وقتی حس میکنم بعد سوالش رو جواب بدم. خودش پرسید، دیدی که گفت. آره میگم حس میکنم بعد جواب بدم. پایان بد که پایان هم هست، میتونه پایان بد باشه، میتونه پایان خوب باشه. آره. ولی اگه از این به بعد سوال پرسی جواب نمیدم، چون مطمئنم از من نمیپرسی. پایان بدیه وقتی بمیرم، بعدش یه خاطرم یا یه آگاهی تو جهان. چرا من شبا هیچ وقت آروم نخوابیدم؟ نمیدونم تو خوابم چی دیدم. به میگن این سوالا جواب نداره، ولی صدای تو سرم نمیخواد بذاره عوض شم. اما کاش میشد. چی شد روح اسیر زندگی شد تاس من؟ ببین یه چیزی که من دوست دارم، صداشو دوست دارم. دقیقاً منم همین رو بگم، برام با نمک و باحاله. دقیقاً منم همین رو بگم، صداشو خیلی دوست دارم، صداش خیلی قشنگه. این آهنگ صرفا اینجوری نبوده که بخواد بهتر کنه باهاش، فقط می‌خواسته حرفاشو بزنه. آره. ولی مطمئناً این هدفش نبوده، ولی اگه میبود خوب میشد که رو شعر بیشتر کار کنه، ولی چون فقط صرفا می‌خواد حرفاشو بیشتر، یعنی حرفاشو بریزه بیرون، خوبه. ولی باز من به نظرم توی اون سبکی که داره میخونه این مدل شعر رو من خیلی شنیدم، یعنی یه جوره برام عادیه، میدونی؟ مثلا اگه یه جای به نظر کم بود یا مثلا تو قافیه یا ریتم یا ردیف جور در نیاد، چون خیلی شنیدم. راک ایرانیه دیگه. آره یه ذره آشنا، چون همشون انگار این شکلی بودن. میفهمم، اینم همون شکلی هست که از نظر قافیه اینا ایناش درست. ولی مثلا یه سری کلماتی که بتونه جایگزین کنه، تا مثلا میدونی نمیخوام این کلمه رو، نمیخوام این لفظ رو استفاده کنم، نمیدونم چه لفظ دیگه استفاده کنم که از حالت مهد کودکی در بیاد. این نه اینکه این حالت مهد کودکی باشه، ولی میگم یعنی میتونه مثلا یه کمی عمیق‌تر باشه، یه کم بیشتر کلمات فکر بشه. خب، نه اینکه از نظر شعری، منظورم از اونجایی که داریم یه کارتون میبینیم، ممکنه که قصدش این بوده باشه، یک دو، ولی از اونجایی که داریم انیمه میبینیم، چون انیمه خیلی عمیقن، میتونست عمیق‌تر هم باشه. ولی مهم وایبه، که وایب آره میرسونه، خوبی داره میده. دقیقا. یه روز داشت میکش زلت چی گفت اینجاش؟ یه شد تس منو یه روز داشت میکش زلت زدن تو چشماش و بدنم خشک شد دو پت ساختم ازش بهترین دوستم تاریکی شیرین من فراری از روزم فراری از روزم
ملودی کار قشنگه. خود مدیان یه خود شبیه انیمه هاست دیدی؟ خود شکل ایگرله، این قیافه ایگرلا رو داره، حالا نمیدونم تدفش اینه یا سلیقش اینه حالا هر چیزی، ولی خیلی فیس ایگرلا رو داره، مخصوصا با میکاپشون رو بیشتر رو میکنه. مهم نیست چی میشه فردا، انگار میدونم راهم پیدا، حتی وقتی بودم گم، حتی وقتی تصویرم تو آینه گم. چرا نمیاد بچگیام پیادم، انگار اون موقع بودم من یه آدم دیگه، فقط میدونم حس میکردم آزادم. یه روز همه چیزو از من میگیرن، یه روز تک تک آدم ها میمیرن، من دشمنم خودمه یا خداست، خونه چیه اصلا، خونه کجاست، چرا یادم نمیاد هرچی فکر میکنم. خیلی باحاله، خیلی قشنگ به نظر میرسه که افکارشه که داره میگه. میدونی من همش توی شعرش منتظر بودم که یه حرفی از رابطه‌ش هم بزنه، خب ولی خب چیزی نگرفتم تا الان. کاملا داره کشیدم جای خنده. تا الان کامل داره از بچگی صحبت میکنه و خیلی قشنگ داره اون حسایی که باش میتونیم همزاد پندا، احساس همزاد پنداری کنیم و میگه. میدونی به نظرم خیلی قشنگه. میدونی کلا وایبی که اینا هنگی داره به من میده یه جور حس هومسیکنسیه. هلو. که نمیدونم هومسیکنس چیجور میشه به فارسی، مثلا دلتنگی برای ریشه، دلتنگی برای خانه، دلتنگی دقیقا. برای پایه، یعنی دقیقا چیزی. خب این دقیقا فکر کنم همون شکلی رو میخواسته برسونه. هم میبینید هم یه وایب انیمه کلن با آدم این آره. کارو میکنه. هم یه ویدیوی گذاشته که این وایب رو برسونه، هم یه شعری روشه که اینجوریه. فقط دقیقا. میگم تنها چیزی که باش کاملا خوب نمیتونم ارتباط برقرار کنم سبکشه، که اصلا همیشه انگار همین شکلی بوده، انگار راک ایرانی، راک با موزیک با شعر ایرانی خیلی نمیشه، انگار اون حسو نمیده. خیلی شدید این فکر رو داشتم. ولی خب بعضی وقتا شاهین این فکر رو ازم گرفت. آره دقیقاً اینو می‌خواستم بگم. من خودم خیلی این صحنه‌های انیمه رو دوست دارم، واسه همین وقتی که مثلا میخوام یه تیکه توی یه ولاگی مثلا یه کاری انجام بدم، مثلا یه صحنه از این انیمه میارم تو ادیتش خیلی قشنگ میشه. اگه ولاگا رو ندیدین یا اصلا نراجع بشه دارم صحبت میکنم، چنده یک حد من سر بزنیم اونجا بیشتر ویدیو شخصی و خودمونی تر میذاریم. پس اونجا ببینید و از اینا استفاده کرده و کلی ویدیو خیلی باحال اونجا منتظرتونه. بریم ادامهشو داشته باشیم. من نمیدونم که این آهنگه فقط این آهنگه این سبکی و این مدلی از مدگل، یا اینکه نه این مدلی و این سبکو زیاد کار کرده. اگه داره حتما تو کامنت آره. بگید راجبش، بگید و بهترین ترکاش هم بگید، ترکی که دوست دارید که حتما آره. ریاکشن بریم، چون آره دقیقاً تال نداشتیم ازش. مورد علاقتون رو حتما بهمون بگید. دقیقاً این اولیشه دیگه، تال نداشتیم ازش. من دشمنم خودم یا خداست، خونه چیه اصلا، خونه کجاست، چرا یادم نمیاد هرچی فکر میکنم. ببخشید دوباره خیلی سری پاس کردم، ولی دقیقاً این صحبت ماه. خب من با کیمیا خیلی خوب اینو میتونیم بفهمیم خونه کجاست، نه حالا به خاطر اینکه حالا این بیرون از ایرانیم، که البته خیلی دلیل بزرگش همینه، ولی دلیل بیشترش اینه که ما تو همون ایران هم خیلی جابجا میشدیم، خیلی کم یه جایی میموندیم، همیشه این حسه بود. کجاست چرا یادم نمیاد هرچی فکر میکنم. دقیقاً دوستامو یادم نمیاد. بعضی وقتا یادمه که چقدر خاطره داشتیم، چقدر صمیمی بودیم، ولی یادم نمیاد بعضی وقتا اسمشونو. از خودم خجالت میکشم، دوست دارم برم توی اینستا و پیداشون کنم، ولی فامیلشون یادم نمیاد. حتی اینم ممکنه حالا ما پسرا باشه دیگه، ما 30 سال با محمد رفیقیم هنوز نمیدونیم فامیلش چیه. میگه اگه یکی صدا زدین محمد و جواب نداد، لابد اسم خود صدا زدین محمد و یادم نیست که چی. آقا خیلی خوب بودم، مشتاق بودم اونم چی میخواه بگه. ببین میگه اگه یکی گفت، اگه گفتی محمد، یکی گفت، اگه اون طرف نگفت بله، لابد بغل دستش محمده، یه محمدی هست، یه چیزی بود اینجا، کرد کی میدونه کامل. آقا این خیلی
خیلی معروف شد. یعنی چی؟ چرا الان تو مغز من نمیاد؟ آقا حسام آهنگو نگیریم. بگیریم. بیشتر از این جلدم اینو خوب میدونم، اما نکنه دارم اشتباه میکنم، نکنه من هیچی نباشم و ندونم، من زیاد فکر میکنم اما چیزی نمیدونم. چرا قد انیمه قشنگه؟ من بیشتر مبهوت این تصاویر شدم. ولی میدونی من فکر میکنم حرفش راجع به این مسئله چی بود؟ مثلا این آخر کار، این که مثلا وقتی که مثلا میمیری کجا میری و مثلا اصلی جایگاه اصلی کجا؟ آره تیکه آخرش منم همین وای بایم داد. میگه میدونم من فقط این جلد نیستم، ولی اگه شما کنم چی؟ این شخصا برای من آره. خودم شخصا یه ترس خیلی بزرگه و یکی مثل اومی که کلن از نظر اعتقاداتی یه خورده با من فرق داره. این نمیدونم تو ذهنش چجوریه، ولی من شخصا دقیقا میفهمت یه نگرانی خیلی خاصی آره. کاش چیزی باشه اون وقت. آره من تو خودم یه جوری از توی خودم همونجوری که فهم کنم مدگل خیلی هایی که دنبالش گشتم پیداش کردن، یه چیزی رو پیدا کردم که باش موافقم، ولی از طرفی ترس ای میاد تو آدم که اگه شما کنم چی؟ دقیقا و اونجوری که گفتی یادمون رفته خیلی چیزا رو، من میدونی چند وقت پیش به یادم به چی افتاد که گفتم ای وای آخه ما اینو داشتیم. چی؟ اون ارگه بود. اون بعد یه عروسکی من داشتم، یه پسر سیاه پوستی بود. آره. من اونو یادم اومد یه دفعه. اون موقع بعد... تازه عروسکای زشت اومده بودن. اون موقعی که کیمیا میگه عروسک زشته بودن، کوچولو بودن. به اسم عروسکای زشت معروف شده بودن. یه دونه از اونا رو داره میگه. یه دونه سیاه کوچولو. بعد چقدر بعد که به اسم عروسکای زشت میام بیرون و نژادشون اون موقع این شکلی بود. آره ولی تیپ صورتش چیز نبود، فقط رنگ سیاه. من خیلی دوستش داشتم، خیلی عروسک خوشگلی بود، موهاش فرفری بود، پوستش سیاه بود. نره. ولی اینو کلا یادم رفته بود، این عروسک رو. چند وقت پیش نمیدونم چی شد که یادم اومد که یه لحظه همینجور رفتم تو فکر گفتم آخه من چقدر بچگیم بود این عروسک یا اون اورگه. آره. کلا میدونی خیلی چیزه که یادمون میره، آیتم مخصوصا. در کل به نظرم کلی خاطره واسه هممون زنده کرده، یعنی یه جورایی توی فکرمون رفته و جای ما حرف زده. خیلی حال کردن باش. اگه دوستش داشتید حتما لایک کنید چنلمون رو، ساب کنید این ویدیو رو دوستاتون، شیر کنید. بچه‌ها لایکاتون خیلی 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 به ما کمک میکنه و خیلی توی الگوریتم هم تاثیرگذاره. خلاصه این کار از طرف شما کار خیلی ساده ایه، ولی نتیجه‌اش ما خیلی زیاده و ممنونتونیم و امیدوارم روز و شب خیلی خوبی داشته باشین. و دو تا ویدیو خیلی باحال میذارم براتون پیشنهادی، هر کدومو که دوست داشتید برید نگاه کنید. و تا ویدیو بعدی خدافظی.